ببینید دوستان، ما چیزی که به نظر میاد خیلی از جاهای دنیا داریم دیدن سه تا از سیاره ها توی آسمونه، یعنی ناهید و بهرام و تیر رو تقریبا همه فرهنگ ها میشناسن. دلیلش هم اینه که شما وقتی به آسمون نگاه میکنید این سه تا هم پرنورن هم حرکتشون سریعه، یعنی اینا در واقع در مدار داخلی زمین هستن و فاصله شون با خورشید کمتره در واقع از زمین، و بنابراین چیزن. حالا البته بهرام و ناهید دو طرف زمینن دیگه، ولی نزدیکن به خورشید نسبتاً، و در واقع فاصله شون به خورشید تو دامنه فاصله که زمین هم داره، و به همین خاطر البته ناهیده که در داخل مداره، بهرام اون طرف زمین قرار میگیره. و اینا رو هر کی به آسمون نگاه کنه سه تا لکه نورانی میبینه که حرکتشون بین ثوابت، یعنی اون گنبد ستاره های آسمان، نامنظمه. یعنی اون ثوابت همه با هم دیگه دارن حرکت میکنن، چون در واقع زمینه کهکشانی که زمین داره توش میشرخه دیگه. منتها این ستا ساز خودشونو میزنن، این ستا مسیر خاص خودشونو میرن، که مثلا در مورد ناهید خیلی هم مسیر در واقع آشفته و نامنظمیه از یه زاویه‌ای که نگاه کنید. مدار ناهید هم برعکس مدار سیارهای دیگه است و بنابراین خیلی متفاوته با بقیه. موقعی که نگاه کنیم به تمدن‌های و فرهنگ‌های مختلف می‌بینیم که این ستا رو دیگه همه می‌دیدن. و جالبه که دو تای دیگر هم، یعنی ماه و خورشید، هم معمولا وصل میکردن به همین. یعنی توی آسمان سه تا سیاره، یه دونه ماه و یه دونه خورشید رو با هم دیگه جمع میبستن و یه نظام پنجگانی بعضی جاها دیده میشه. اینم بهتون بگم، اینکه این پنج تا رو تشخیص میدادن به این معنی نیست که همه رو جمع میکردن توی یک دستگاه مفهومی جا میدادن، یعنی اینکه فراوان ما فرهنگایی داریم که اینا رو از هم تفکیک میکردن، ولی به عنوان مثال خورشید رو که مربوط به روز بوده، یا ماه رو که خیلی نورش بیشتره و معمولا نورش در حدیه که ستاره ها رو محو میکنه در اطراف خودش، اونا رو اصلا جداگانه معمولا در نظر میگرفتن. یعنی شما اگر تو فرهنگای مختلف نگاه کنید، جمله عامی که میشه گفت اینه که همه فرهنگا ماه و خورشید رو خیلی مهم میدونستن و اینا رو حاکم بر روز و شب قلمداد میکردن و معادل خدای روز در واقع نور و ظلمت میدیدن. تقریبا همه فرهنگا ناهید و بهرام و تیر رو هم میشناختن و یه قصه هایی گاهی وقتا به اینا نسبت میدادن. منتها اولین بار به نظر میاد توی قلمرو ایران زمینه که این ستا و اون دوتا با هم دیگه جمع بسته میشن و یه نظام پنجگانی یک پارچه درست میکنن و به صورت پنج خدای مهم قلمداد میشن. اینکه کی این اتفاق افتاده و کجا این اتفاق افتاده پرسش پیچیده و دشواری است. یعنی اینکه پاسخ دادن به اینکه دقیقاً کی بود اولین بار که یه عده اومدن گفتن اون خورشید که روز داری میبینی و اون ماهی که داری شب میبینی، که اینا هر کدوم مسیر خودشون هم دارن میرن، با این سه تا سیاره‌ای که بیشتر شبیه ستاره ثوابتن هستن، متفاوت شکلشون با اون دوتای قبلی، اینا برای همه با هم دیگه توی ردن. و این حرف یه مقدار عجیبیه، به خصوص به خاطر اینکه خورشید هم باهاش هم میبنده. یعنی خورشید معمولا جدا از نورهای شبانه قلم داد میشه. تقریبا همه فرهنگا از جمله فرهنگ مصری که در واقع تنها تمدنیه که موازی با ایران از قدیم بوده، اینها خورشید رو کلا جدا میدونن. تمدن چینی هم همینطوره، تمدن اروپایی هم شکلای اولیه‌اش همین جوریه. اینکه چگونه خورشید هم اومدن جمع بستن با اینا و اینا به صورت یه نظام در اومد، این خیلی جای بحث داره. من نتیجه‌ای که خودم گرفتم و میتونم بهتون بگم و اونم اینه که به نظر میاد ما شکل‌هایی از این پنجگان از خیلی قدیم، یعنی از هزاره سوم پیش از میلاد تو ایران داشتیم، یعنی اواخر هزاره سوم پیش از میلاد، به ویژه هولوش سال 2200 پیش از میلاد، یعنی اون دورانی که ما یه آمیختگی داریم، هم اکدیا اومدن که سامیان وارد میان رودان شدن، هم در واقع اقوام ایران مرکزی که در واقع گوتی ها و لولوبی ها هستن و حالا ایلامی هم که از اولش بودن، آمیختگی اینا با هم دیگه انگار باعث میشه که در حدود
سال 2200 پیش از میلاد، اواخر هزاره سوم پیش از میلاد، برای اولین بار ما یه اشاره هایی ببینیم به اینکه انگار این پنجتا رو کنار هم دیگه اسمشو می آوردن. هنوز یادتون باشه ما یک نظام پنجگانی نداریم، یعنی این پنجتا با هم دیگه برابر قلمداد نمیشن یا هم ردیف قلمداد نمیشن، اما فهرستایی داریم، اشاره هایی داریم، سوگند به نام خدایانی داریم که این پنجتا رو نشون میده و اسنادی هم که داریم در این دوران فقط گوشه جنوب غربی ایران زمین نویسا بوده دیگه، یعنی سومریا و اکدیا تو میان رودان، ایلامیا این طرف زاگرس، شرق زاگرس اینا نویسا بودن و توی متون اینا دیده میشه. این هم بهتون بگم فرهنگ شرق و غرب زاگرس تقریبا یکیه، یعنی قالبش، سرمشقش، پارادایمی که حاکم بوده بر اندیشهشون، هنرشون، معماریشون، دینشون، اینا کلن یکیه. حالا یه زبانشون فرق میکنه، زبان اکدی و ایلامی فرق میکنه، کلن خانواده از زبان سومری و ایلامی هم فرق میکنه با اینکه احتمالاً خیشاوند بودن، ولی چارچوب مفهومی که میبینید، اون سرمشق، اون اپیستمه به قول فوکو که میبینید یکیه تقریبا. توی این دوره شما اشاره به پنجتا میبینید، ولی جالبه که اولین اشاره های منظم که این پنجتا رو به صورت یک پنجگان در میاره و بعد برای عدد پنج تقدس قائل میشه اصلا مال ایران شرقیه و مال ایران غربی نیست، یعنی چند قرن بعد و حدث من اینه که میانه هزاره ششم پیش از میانه هزاره دوم پیش از میلاد و احتمالا قرن ششمش، قرن ششم هفتمش، ما اولین بار همچین اشاره هایی میبینیم و این اولین اشاره در اوستا دیده میشه. یعنی ما در ایران شرقی یک متن خیلی خیلی مهم داریم، احتمالا وداها هم موازی باش و همزمان باش سروده شدن، منتها وداها به شکل عجیبی از اشاره های اختری خالیه، یعنی شما ارجاعاتی که مربوط به نجوم و ستاره شناسی و اینا باشه تو ریگ ودا، یعنی وداهای قدیم، تقریبا نمیبینید و البته اشاره هایی وجود داره سازمان نیافته و آشکارا وامگیری شده از منابع شمالی تر که اوستایی دست کم به دست ما رسیده تو این سنت ها. توی منابع اوستایی ولی شما میبینید که در یشت های قدیم که پیش از زرتشتی هستن و احتمالا هولوش 1600 پیش از میلاد، 1500 پیش از میلاد، قرن 16 همه در واقع پیش از میلاد احتمالا تدوین شدن، توی اونها ما برای اولین بار میبینیم که به پنج ستاره اشاره میشه و به پنج های دیگری هم اشاره میشه، یعنی فهرست ها معمولا پنج تاییه و یکی از چیزهایی که اونجا کم کم میبینیم و حالا توی گاهان دیگه خیلی نمایان میشه اینه که جامعه رو هم حتی به پنج لایه تقسیم میکنن و یک کششی به سمت عدد پنج میبینیم توی نوشتارهای اوستایی که آشکارا به ستارگان مربوطه، یعنی اصلا به توصیف ستارگان توش دیده میشه و این ستارگان همون پنج اختر مورد نظرمونن. خب حالا یه اشاره کوچیک قبلا هم بحثشو کردیم، این که از این پنجتا از قدیم توی قلم روی ایران زمین خیلی از اینا چیز قلم در واقع معلوم بوده کدوم به کدومن، یعنی مثلا معلوم بوده ناهید که مدارش خیلی پیچیده است، یعنی به اصطلاح بلهوسه، مسیری که تو آسمان طی میکنه هر جای دلش بخواد انگار میره و به همین خاطر محاسبه این که دقیقاً که یک کجا طلوع میکنه غروب میکنه دشوارتر بوده تا مثلا بهرام. ناهید رو بنابراین زن میدونستن و ناهید یه خورده رنگش به آبی میزنه و خیلی درخشانه و اول همه طلوع میکنه آخر همه غروب میکنه، بنابراین اون رو همچون ایزد بانوی آورنده آبهای جانبخش و زایندگی و کشاورزی و خانواده قلمداد میکردن و به همین خاطر ایزد بانویی که علامت کشش جنسی و زیبایی زنانه هم هست بوده، به همین خاطر اینانا توی منابع سومری قدیم هم با ناهید برابر قلمداد میشه، یعنی مثلا توی کتیبه‌ای که ما از شهر لاگاش داریم و این مربوط میشه به حدود 2300 پیش از میلاد، یک امیری، یک شاهی داشته به نام گودعا انسی، یعنی امیر لاگاش، این مال دوره‌ایه که از ایران در واقع مرکزی گوتی ها اومدن گرفتن
میان رودان رو، مال دوره یه که در واقع قبایل لرستان و جنوب کردستان اومدن حاکم شدن بر عراق امروزی، اگه بخوایم با نقشه الان بگیم، که اونجا مثلا میبینید که اینانا که ایزد بانوی باروری و زیبایی زنان است با ناهید یه اشارهایی است که یکی قلمداد شده. بنابراین خیلی قدیمیه بعضی از اینا. از اون طرف بهرام همونطور که گفتم و اونم نورانیه و خیلی منظمه و بنابراین به جنگاور، به پهلوان جنگی تشبیه میشده و پس با ایزد جنگ، یعنی بهرام توی اوستا یا توی میان رودان با نینورتا خیلی وقتا یکی قلمداد میشده.